و سلام خدمت شما بینندگان عزیز مهمان خانه های شما عزیزان هستیم در برنامه دفاعیات مسیحی خوشحالم که میتونم با دوست و همکار بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت عزیزانم باشم ساسان جان خیلی خوش اومدی به این برنامه و میخوام که سلامی به خیلی به ممنونم از دعوتت منم خیلی خوشحالم از این همکاری امیدوارم که بینندگان خسته نشده باشن فهمت. از پرحرفی بنده و از فک گرم بنده که میتونه خیلی حرف بزنه و امیدوارم که دارن دنبال میکنن این برنامه ها رو و مفید بوده باشه تا حالا به حال مطالب زیاده و ما همینطوری که دوستان عزیز مستنصر هستن در رابطه با اعتبار تاریخی عهد جدید و اناجیل برنامه هایی رو توی این سری جدیدی که با هم داریم داشتیم و شما مطالب زیادی رو فرمودید و کتابایی رو معرفی کردید و باز هم وقت رو میخوایم به شما بدیم ببینیم که به امروز برای بینندگان ما چه مطالب دیگه رو دید. خیلی ممنونم رضا جان من نمیتونم وارد جزئیات هفته های گذشته بشم و خودم هم فکر نمیکردم که انقدر صحبت ما طولانی بشه درباره اعتبار تاریخی عهد جدید بهم. و اناجی ولی خب صحبت زیاد بنده پرحرفم پر حرفم و تازه باید بگم که بنده خیلی مختصر مفید و اشانتیونی به خیلی از نکته اشاره کردم بهم. و عزیزان می... میتونن وارد من پس خیلی عمیق‌تر بشن اگر به این کتاب‌ها و کتاب‌های دیگه رجوع بکنن بالاخره توی برنامه تلویزیونی خیلی محدود میشه یه موضوعی رو باز کرد توی نیم ساعت برنامه بانده. ولی هفته‌ها وقت گذروندیم که نشون بدیم چه شواهد تاریخی وجود داره بانده. که ما میتونیم به اعتبار تاریخی اناجیل اعتماد بکنیم بانده. که نویسنده های اناجیل حقایق تاریخی رو برای ما مطرح کردن درباره عیسی مسیح بانده. چه شواهدی در درون متن و چه شواهدی در خارج از متن باستانشناسی و سنت های دیگه که تایید میکنه حقانیت تاریخی عهد جدید رو در ضمن یه هفته هم داشتیم درباره نسخه های عهد جدید که میتونیم اطمینان داشته باشیم که عهد جدیدی که امروز ما داریم اناجیلی که امروز ما داریم تحریف نشده بلکه به خاطر تعداد نسخه هایی که در دسترس هست میتونیم برگردیم به نسخه اصلی اولیه مم. حالا دیگه این صحبت ها رو نمیخوام وارد جزئیاتش بشیم ولی میخوام امروز یه سوال دیگه رو مطرح بکنم و بعد دیگه میخوایم خاتمه بدیم صحبتمون رو درباره عهد جدید و اناجیل میخوایم یکی دو جلسه هم درباره عهد عتیق با هم دیگه وقت داشته باشیم و درباره اصلا منحصر به فرد بودن کتاب مقدس اینم به نظرم نکته مهمیه که با هم یه وقتی رو روش بگذرونیم تو این برنامه های دفاعیات مسیحی ولی امروز به عنوان خ... خاتمه بحث ما درباره عهد جدید و اناجیل میخوام یه نکته رو مطرح بکنم یه سوالی رو که سوال خیلی هم داغی هست در دنیای غرب حالا شاید بگم توی دنیای اسلامی این سوال اونقدر داغ نیست در تاریخ اسلام بیشتر بحثی که بوده بین اسم ها و مسیحی درباره تحریف انجیل بوده <applause> ولی بحثی که امروز خیلی داغ شده در, در دنیای غرب بحث تحریف نسخه های انجیل نیست بلکه بحث اینه که اناجیل دیگه ای هم بودن در تاریخ کلیسا چرا شما مسیحی ها و کلیسا فقط این چهار تا انجیل رو تو کتاب مقدستون قبول کردید این سوال خیلی مهمی هست که چرا فقط انجیل متا مرقس لوقا و یوحنا رو شما به عنوان اناجیلی که درباره مسیح مسیح رو معرفی میکنه قبول میکنید در کتاب مقدستون ولی ما امروزه میدونیم که یک عالم اناجیل دیگه وجود داره در تاریخ نوشته شده و کلیسا سانسور کرده انجیل های دیگر رو کلیسا و همونطوری که بار تو این جلسات هم گفتیم خیلی ها ادعا دارن که برند قهرمان ها یا برنده ها تاریخ رو می نویسن کلیسا مخالفینش رو از صحنه نابود کرد از صحنه حذف کرد کلیسا با قلدری اومد چهار تا انجیل رو انتخاب کرد بقیه انجیل ها رو سوزوند بقیه انجیل ها رو رد کرد و سانسور کرد و این چهار تا انجیل رو خب شما خیلی هم بهش افتخار میکنید که اعتبار تاریخی داره پس امروز صحبت اناجیل دیگه است و چرا انجیل های دیگر رو ما در نظر نمیگیریم به عنوان منبع تاریخی خودت این صحبت رو تو جامعه ایرانی شنیدی دوست یا اساساً شما این سوال رو روز اول میکردید ما تکلیف این برنامه هامون نمی‌دونستیم <applause> <applause> نه سوال خیلی مهمی هست پس پس حالا من میخوام توی بره. این برنامه دو تا کتاب رو معرفی کنم نمیتونم این دو تا کتاب رو توی یه جلسه درس بدم ولی میخوام ازش یک نتیجه گیری هایی بکنم یک کتابی که من سالها پیش برنامه تلویزیونی درست کردم به نام کندوکاوی در مسیحیت با برادر عزیزمون کیوان و از این کتاب استفاده کردم اون موقع کتاب تازه در اومده بود تیچ کتابش هست the Missing Gospels انجیل های گم شده و نویسش هم هست Unearthing the Truth Behind Alternative Christianities حقیقت رو پیدا کردن درباره مسیحیت های دیگه مسیحیت های بدیل به نظرم Alternative بدیل می کلمه بدیل داریم یا مسیحیتی دیگر مسیحیت های دیگه, اتاره دیگه اتاره که... که بوده یعنی آقا اتاره. یک مسیحیت نبوده در تاریخ حرفای مختلف درباره مسیح بوده و هر گروهی واسه خودش یه انجیلی داشته حالا یه گروهی که برنده شده تو تاریخ و انجیل خودش رو انتخاب کرده دلیل نمیشه که انجیلای دیگر رو رد بکنیم مسیحیت های دیگری رو رد بکنیم پس نویسنده این کتاب درال باک هست استاد الهیات استاد عهد جدید در دانشگاه الهیات دالاس کتاب بسیار عالی و خیلی هم تمجید شده از طرف محققین درجه یک در دنیای معاصر یک کتاب دیگه هم که یکی از دوستای عزیز من نوشته چاپ دانشگاه آکسفورد هست این کتاب chose the کی اناجیر رو انتخاب کرد؟ وزیرنویسش نویسش هست Probing the Great Gospel Conspiracy جستجو کردن درباره توطعه بزرگ انجیل خیلی بحثانگیز چیزش تیترش چاک هیل نویسنده این کتاب هست خود دکتر هیل یکی از دوستای بنده هست استاد الهیات استاد عهد جدید در دانشگاه الهیات ریفورم جایی که بنده خودم فارغ و تحصیل شدم فوق لیسانسم خود نویسنده این کتاب فارغ و تحصیل دانشگاه کمبریج هست در عهد جدید کمبریج انگلیس و کتابش هم چاپ دانشگاه آکسفورد هست این دوتا کتاب رو من خیلی میخوام توسعه بکنم به عزیزانی که واقعا میخوان خیلی علمی، اکادمیک و زبون انگلیسی هم بلدن و دسترسی میتونن داشته باشن به این دوتا کتاب دوتا کتاب بسیار عالی هست در این زمینه بذار اول از کتاب دکتر هیل من شروع بکنم خیلی قشنگ صحبت میکنه که آره امروزه خیلی ادعا دارن که یک عالم انجیل در تاریخ بوده انسان انگار که صدها انجیل در قرون اول بوده کلیسا همه رو نابود کرده چهار تاشو باقی گذاشته و بقیه و بغیرم تازه داریم کشف میکنیم یواش یواش یه سری اناجیل دوباره کشف شده در اواسط قرن بیستم یک موتونی در, در, مصر به زبان مصری به زبان قبطی به زبان قبطی پیدا شد که خیلی از اناجیلی که داریم صحبتش رو میکنیم تو اون نسخه ها هستش و اناجیلی هم هستش که امروزه یعنی در طول تاریخ بهش میگیم ناستیک گاسپلز انجیل های ناستیکی یا کلمه ناستیک مطمئن نیستم به فارسی دقیقا باید چی ترجمه بشه ولی میگیم عرفان شرقی تقریبا اینطوری ترجمه میکنیم اناجیل خیلی عرفانی و عرفان شرق ولی دکتر هیل خیلی قشنگ میگم وارد اصلا جزئیات داستان نمیتونم بشم شروع میکنه میگه که آره در, در دنیای غرب خیلی تهمت میزنن که کسی که انجیل رو تحمیل کرد به کلیسا ایرنیوس هست در اواخر قرن دوم 180 میلادی و ایرنیوس که اسمشو بارها من و شما آوردیم تو این برنامه ها یکی از پدران کلیسا اون یکی از اولین کسانی هستش که اشاره میکنه به چهار تا انجیل که اعتبار که کلام خداست و سندیت داره و اقتدار داره در کلیسا آثاریتی داره در کلیسا و به غیر از این چهار انجیل هیچ انجیل دیگه قابل قبول نیست بعد چاک هیل اشاره میکنه که نه فقط ایرونیوس اینو میگه بلکه پدران دیگه قبل از ایرونیوس هم اینو میگن و میرسونه صحبت و حتی به پالیکارپ که دوباره که برمیگرده به اوایل قرن دوم بعد میگه که نه این صحبت فقط یه نفر دو نفر نیست این صحبت پدران مختلف در قرن دوم در زمانهای مختلف در مکانهای مختلفه و صحبت این نیست که یه پدری یکی از پدران کلیسا یک ر... کشیش کلیسا اسقف کلیسا با گلدوری بخواد تحمیل کنه به دیگران این چارتا انجیل رو حالا نه و بعد خیلی هم سندهای تاریخی میاره شواهد نسخه های کتاب مقدس رو مطرح میکنه و خیلی جزئیاتی که من واردش نمیتونم بشم بعد ولی نتیجه گیریش میخوام فقط اینجا نتیجه گیریش رو بخونم میگه که ما وقتی دیگه به اوایل قرن دوم میرسیم دیگه به آخر خط تحقیقات تاریخی میرسیم که به این اناجی میگه که We cannot find who chose the gospels ما نمیتونیم پیدا کنیم که چه،, چه،, چه کسی این چهارتا انجی رو انتخاب کرده It looks like nobody did به نظر میرسه هیچ شخصی این چهارتا انجیل رو انتخاب نکرده They seem to have chosen themselves through some sort of natural selection. به نظر میرسه که این چارتا انجیل خودشون رو انتخاب کردن. یعنی این چارتا انجیل انقدر مسیحیان رو در همون دوره های اول تحت تاثیر قرار میده حقانیتش، صداقت این اناجیل، راستی این اناجیل که مسیحی‌ها این چهار انجیل رو میپذیرن بدونی که یک کیشیش بخواد بهشون دستور بده یه اسخف بهشون دستور بده بانه. یا یک شورای کلیسا بخواد تعیین کنه که کدوم اناجیل واقعی کدوم اناجیل واقعی نیست بعد دوباره نقل قول میکنه با از بروس متسکر استاد عهد جدید در دانشگاه پرینستون که بارها اسمش رو آوردیم و بروس متسکر میگه که نه هیچ شخصی نه هیچ شورایی قانون کتاب مقدس رو تشکیل نداد خلق نکرد. neither individuals nor created the canon. نه بلکه کلیسا اونها رو um, کرد um, تشخیص داد کلیسا این اناجیل رو تشخیص داد و اعتراف کرد که این اناجیل حقیقت هستند و اناجیل خودشون رو به کلیسا تاثیر گذاشت انگلیسی میگه که the gospels impose themselves as canonical upon the church من دقیقا فارسی شون الان نمیتونم خوب در بیارم ولی این کلیسا نبود که چار تا انجیل رو انتخاب کرد بقیه رو گفت بیخیال این اناجیل بودن به خاطر متنشون به خاطر طریق گفتنشون به خاطر صداقتشون به خاطر حقیقتشون که کلیسا قبول کرد و اعتراف کرد که این اناجیل حقیقته کار یه شورا نبود کار اسخف نبود کار یه کشیش نبود کار یه کلیسا نبود بگیم کلیسای روم تحمیل میکنه اینو روی دیگران یا پاپ یا, دیگر پا دیگر. آره. پس میگم من فقط دارم نتیجه گیری یه کتاب خیلی اکادمیک میخونم چاپ دانشگاه آکسفورد ولی عزیزان باید خودشونو دنبال بکنن ولی میخوایم حالا توی قسمت بعدی تو این قسمت وقتمون داره تموم میشه نکته مهمی که باید بگیم اینه که هیچ کدوم از اناجیل دیگه که اناجیل جعلی هم هستن همشون هیچ کدومشون بر نمیگردن به قرن اول یعنی امروزه حتی محققینی که هی دارن زور میزنن بگن آقا این چارتا انجیل تو کتاب مقدس تنها اناجیل نبوده اناجیل دیگه هم بوده کسی ادعا نداره که اون اناجیل در قرن اول نوشته شده و برمیگرده به دوران رسولان مسیح اناجیل جلی همه مال قرن دوم و سوم و چهارم و به بعده این نکته خیلی مهمیه پس توی تمام این به اصطلاح اناجیل که امروز مطرح هست قدیمی ترینشون که بر میگرده که به نزدیکترینشون به ایسای مسیح قدیمی ترینشون که بر میگرده به قرن اول و دوره شاگردان مسیح انجیل های متا مرقس لوقا و یوحنا این نکته خیلی مهمه بند. که باید تاکید بکنیم نکات دیگه رو حالا از کتاب مسین گاسپوس تو قسمت بعدی با هم دیگه مطرح خواهیم مرسی از توضیحاتتون وقتتون به اینجا تو این بخش به پایان رسیده امیدوارم که بتونیم در بخش بعدی با هم ادامه بدیم دوستان عزیز با ما همراه باشید در بخش بعدی. به برمیگردیم و مطالب خودمون رو ادامه میدیم با دکتر ساسان توسلی ساسان جان میخوام که محتمش. توی این قسمت برنامه تون چند دقیقه که داریم از این کتاب میسین گاسپوز استفاده بکنم و لپ کلام این کتاب رو حالا مطرح بکنم بنده همیشه برمیگردم به لپ کلام برادر رضا بزار اول یه سری از اسامی این اناجی رو من بخونم که امروزه توی همون مدارکی که در عواسط قرن بیستم توی مصر پیدا شد به نام نگ به انگلیسی میگیم مثلا چه اناجیلی هست مکاشفه پتروس مال قرن دوم و سوم مکاشفه یعقوب اپاکریفای یوحنا گفتگوی نجات دهنده انجیل بارتالمو انجیل یهودا انجیل مریم مجدلیه انجیل پتروس انجیل فیلیپ، انجیل نجات دهنده، انجیل توماس، انجیل حقیقت و و یه سری متون دیگه. اینا پس اناجیلیه که انجیل مریم مجدلیه و انجیل پتروس و انجیل توماس و انجیل بارتالمو و و مکاشفه پتروس و پس یک عالم به قول معروف اسناد دیگه توی کلیسا پیدا میشه. در ولی هیچ کدومشون، هیچ کدومشون بر نمیگرده به قرن اول. مال قرن دوم، سوم، چهارم و به بعد. تمام این اناجیل حالا صحبت چی هستش یک تزی رو یکی از محققین خیلی برجسته دنیای غرب به نام باور محقق آلمانی یه تزی رو ارائه داد که خیلی گل کرد این تز و هنوزم یه سری مدافع داره که بله در اول اصلا هیچ مسیحیت راستین اورتوداکس کریشیانیتی که میگیم مسیحیت راستین با یک سری عقیده درباره مسیح وجود نداشته از همون اول شاخه های مختلف بوده هر کسی واسه خودش نظراتی داشته هر گروهی برای خودشون یه انجیلی داشتن ولی چون کلیسای روم کلیسای قدرتمندی بود تحمیل میکنه انجیل های خودش رو روی مناطق دیگه و بقیه رو نابود میکنه و سانسور میکنه و از صحنه به در میکنه در اشاره میکنه که تز باور خیلی به انتقاد کشیده شده به خاطر یه سری دلایل تاریخی نکته اول اینه که اصلا اناجیلی که ما داریم چارتا اناجیل و کتاب دیگه عهد جدید اولاً, اولا مرکز مسیحیت توی دنیای قرن دوم سوم چهارم شهر روم نیست مسیحیت مراکز مهم دیگه ای داره که هیچ کدومشون زیر نفوذ روم نیستن یکی از مهمترین مراکز مسیحیت انتاکیه در سوریه است آسیای صغیر که ترکیه امروزه مراکز, مراکز مهم مسیحیته حتی اسکندریه در مصر پس روم اینجا نقش با نفوذی نداره در دنیای مسیحیت مدیترانه در قرن دوم و سوم و چهارم و, و, اصلا کلیسا کلیسایی که خودش تحت جفاس و هیچ قدرت نظامی هم نداره اصلا کلیسا نمیتونه تحمیل بکنه نفوذ خودش رو روی مناطق جغرافیایی دیگه و میبینیم که توی تمام این مناطق مختلف جغرافیایی این چار انجیل هستند که کلیساها قبول میکنند به عنوان اناجیل راستین نه, نه, فقط, در نه فقط, در روم, روم. این نکته خیلی مهمیه حالا نکته خیلی مهمتر اینه که چرا کلیسا اناجیل دیگر رو رد میکنه در طول تاریخ چرا در قرن دوم و سوم و چهارم هیچ کدوم از این به اصطلاح اسناد و اناجیل دیگه قابل قبول جا نمیفته توی کلیساهای مختلف قابل قبول قابل پذیرش نیستن در کلیساهای دیگه این و اینو میگم در اول خیلی قشنگ وارد جزئیاتش میشه صحبت اینه که تمام این اناجیل اناجیل دیگه توی مکاتب عرفانی تو جو مکاتب عرفانی نوشته شدن خب حالا علا رقم اختلافاتی که مکاتب مختلف ناستیکی با هم دارن الان وارد اون نمیتونیم بشیم ولی کلا تو یه جو هستن و هیچ کدوم از این اناجید و, و اون جو مکاتب عرفانی کاملا بر ضد تعالیم عهد عتیق هست درباره خدا درباره خلقت درباره گناه مثلا اناجیل عرفانی اصلا عقیده ندارن تو این اناجیل دیگه اصلا عقیده ای نیست که خدای واحد همه دنیا رو خلق کرده نه خدایان دنیا رو خلق کردن یا یک خدا نیست خدایان مختلفه و یک خدای شریر دنیای ماده رو خلق کرده و دنیای مادی دنیا... دنیای ماده نه دنیای مادی رو خلق کرده و دنیای مادی دنیای شریره و مسیح از عالم بالا اومده مسیح انسان نبوده مسیح از عالم بالا اومده که به انسان این راز رو یادآوری کنه که ما هم ذره ای از خدا در ما انسان هاست و ما باید از این قفس بدن مادی رها بشیم و مثل مسیح روح بشیم و به عالم بالا بریم و به خدا ملحق بشیم این تز کلی این اناجیل هست هیچ کدومشون مسیح رو فقط به عنوان یک انسان معمولی و پیغمبر معرفی نمی کنن. مسیح خالق مسیح واسطه مسیح نجات دهنده است مسیح اصلا انسانیت مسیح رو خیلی هاشون رد میکنن مسیح از عالم بالا اومده و نجات ما شامل چی میشه معرفت رو پیدا بکنیم عرفان این عرفان این معرفت رو پیدا کنیم که ما هم قسمتی از ذات خدا هستیم و اگر از ماد... مادیات ما خودمون رو جدا بکنیم روحمون به با عالم بالا از طریق مسیح دوباره میتونه پیوند پیدا بکنه این پیغام این اناجیله من دارم خیلی خلاصه میکنم بله کلیسا گفتش که مسیح یک شخصیه که در چارچوب حقیقت و تعالیم عهد عتیق اومده شاگرداش همه یهودی بودن و پیغام انجیل ادامه کار خدا در عهد عتیقه عهد عتیق به ما معرفی میکنه یک خدا هست اون خدا خالق آسمان و زمینه دنیای مادی دنیای بدی نیست خدا خالق دنیای مادی هست ما دنیای مادی و روح همه خ... روز به خلقت نیکوی خداست ما گناه کردیم و به خاطر گناه مسیح اومده ما اولا تمام اناجیل و پدران کلیسا توی قرن اول دوم تاکید داشتن که مسیح یک انسان واقعیه مسیح ظاهر انسان رو نداره مسیح درسته که خدای کامله ولی انسان کامله مسیح روی صلیب مرد برای آمرزش گناهان ما که از طریق مرگ مسیح انسان گناهکار در حضور خدای مقدس بتونه پاک بشه و ما پس پس کلام دارم اینجا میگم من دارم این کتاب رو خیلی خلاصه میکنم ولی دلیلی که کلیساها پدران کلیسا اناجیل دیگر رو قبول نکردن نه فقط این بودش که همشون میدونستن که این اناجیل جعلیه حتی امروزه میگم محققین منتقد مسیحیت نمیگن توماس انجیل توماس رو نوشته پتروس انجیل پتروس رو نوشته مریم مجدلی انجیل مریم مجدلی رو نوشته یهودا انجیل یهودا رو نوشته هیچ کس ادعای نداره که شاگردان مسیح واقعا این اناجیل نوشتن پدران کلیسا این رو میگفتن که این اناجیل اولا جعلیه اسامی جلی روشه این اناجیل هیچ کدوم بر نمیگرده به قرن اول و شاهدان ایسای مسیح و شاگردان مسیح این انجیل اساسا تعلیمشون درباره خدا درباره خلقت درباره انسان گناه و نجات بر ضد تعالیم ام. تورات هست طبعت. بر ضد تعالیم مسیح و شاگردای مسیح هست ام. پس میخوام بگم که هیچ صحبت مثلا دوستای حالا مسلمان اگر فکر میکنن که اناجیل دیگه هست که ام. تو اون اناجیل مسیح فقط یه پیغمبر بوده مسیح مصلوب نشده اونطوری که قرآن میگه مسیح نبوت کرده که یکی بعد از من میاد هیچ همچین انجیلی وجود نداره حالا من صحبت انجیل قلابی بارنابا رو نمی کنم. که بلد. مال قرون وسطا اصلا انجیل بارنابا مطرح نیست در جامعه آکادمیک غرب حتی اونایی هم که منتقد مسیحیت هستن اصلا انجیل بارنابا یه چیز دیگه است اصلا توی بحثایی که بین مسلمان و و دانشمندای اسلامی و مسیحی بوده توی قرب... قبل از قرن 15 بلد. اصلا جمجمه بحثایی نبوده همین. که اونا میخواد آره. این سند رو روی کنن بگن آره. اینم آره. اصلاً, اصلا صحبت انجیل بارنابار نمی کنیم ولی اناجیل دیگه ای که در قرنهای دوم و سوم و چهارم پیدا میشه توی تاریخ کلیسا توی این گروه های ناستیکی توی این گروه های عرفانی صحبت اینه که همهشون مسیح رو معرفی میکنن به عنوان یه شخصی ماورای انسان از عالم بالا اومده خلق کرده نجات دهنده است از چه طریقی ما رو نجات میده به ما معرفت این واقعیت رو یادآوری کنه که ما همه ذات خدایی داریم و باید از قفس جسم آزاد شیم و به روح پیوند پیدا کنیم این صحبت عرفان هست عرفان شرقی ولی شاگردان مسیح و شاگردان شاگردان و شاگردان 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 مسیح پدران کلیسا در قرن اول در قرن دوم میگن این پیغام این اناجیل هیچ ربطی به تعالیم تورات که کلام خداست نداره هیچ ربطی به تعالیم مسیحی که ما میشناسیم از طریق رسولانی که باش بودن نداره پس به این دلیل که این اناجیل هیچ وقت جا نیفتاد تو کلیسا نه به خاطر سانسور نه به خاطر قدرت کلیسای روم نه به خاطر اینکه اسخفا و پاپا دستور دادن که اناجیل دیگر رو بسوزونید نابود کنید نه پس میخوام بگم این نکات خیلی مهمی هستش که باید به دوستان یادآوری بکنیم که میگم من به خاطر وقت خودم شاید حالا وجدانم ناراحت باشه برادر رضا که این مطلب رو من عمیقتر نتونستم باز بکنم ولی جاش تو این سری برنامه نیست کتاب کتاب دراباک خیلی متون این اناجیل عرفانی رو نشون میده متون عهد جدید و نوشته های پدران کلیسا مال قرن اول دوم رو مطرح میکنه که میگه که اصلا صحبت های پدران کلیسا مال قرن اول از،, از, کلمنت روم گرفته تا بیای بالا نوشته های پدران کلیسا تو قرن اول نوشته های عهد جدید اصلا تو یک فضای دیگه است با اناجیل ارفانی قرن دوم و سوم و چهارم و دلیل رد شدن اون اناجیل به قول معروف اناجیل گم شده سانسور نبوده دلیل این بوده که کلیسا اصلا نمیتونست این پیغام رو بگه قابل قبوله و تطبیق داره با اون چیزی که خدا در تاریخ به انبیای قوم اسرائیل معرفی کرده که یک خدا هست و نه بیشتر اون خدا مقدسه اون خدا خوبه اناجیل ارفانین رو رد میکنند خدای خاله خدای خوبی نیست خدای شریره که دنیای ماده رو خلق کرده خدای خوب مقدس این دنیا رو خلق کرده انسان سقوط کرده گناه کرده از طریق مسیح انسان کامل خدای کامل از طریق مرگش روی صلیب ما میتونیم بخشش رو پیدا کنیم و در رابطه با خدا باشیم این پس لپ کلام هست به قول معروف فرق بین اناجیل چارگانه که ما توی عهد جدید داریم و انجیل های مال قرون بعد پس این رو خواستم من فقط تو این برنامه هم گفته باشم تو این سری برنامه دفاعیات و میگم دوستان اگر علاقه من هستن خودشون میتونن این موضوع رو عمیقتر دنبال بکنم مرسی از توضیحات خوب شما میدونم مطلب زیاد هست شما زیاد اصلا صحبت نمیکنید کنید خب وقت رو باز ام امیدواریم که وقت دیگه پیدا بکنیم باز در رابطه با این مطالب صحبت کنیم مرسی از وقتی که گذاشتین دوستان عزیز بیننده وقت ما در اینجا به پایان میرسه امیدواریم که در برنامه های دیگه بتونیم باز در خدمت شما عزیزان باشیم بدرود عزیزم